بابا این سلام، بابا این مهنم، بابا این زنگ زد، الان بهم زنگ زد، یعنی ساعت داره میشه ساعت 4 شما، 4 صبح شما به من زنگ زد، یه جوری حرف زد که انگار داره خدافظ میکنه، در مورد روز قیامت حرف زد. بابایی میگم نکنه خدا این اکرده میخوان حکمش رو اجرا کنن، چون تازه نزدیک به اذانه. ای خنک آن کو جهادی میکند، بر بدن زجری و دادی میکند، تازه رنج آن جهانی وارهد، بر خود این رنج عبادت مینهد. حرف تکراری فقر و فساد، حرف تکراری جاسوسی موساد و FBI، اصلاح یا تغییر نظام، بازی های تکراری و دروغ و وعده هایی که هیچ کدام عملی نمی شوند، همه کاملا گیج و مبهوت به ظلماتی که شب به شب عمیق‌تر می شود. در حقیقت میزان فساد، جنایات و ناکارآمدی جمهوری اسلامی در اداره امور کشور به حدی فاجعه باره که رویکرد سیستم حاکم در انتشار خبر بر مبنای کمفروشی و تقلب استواره به عقیده من. همه ما کاملا میدانیم که باید اتفاقی بیفتد، اما چرا زمان. با نگاه کردن به تاریخ میتوان حدس زد که چه اتفاقی در حال رخ دادن است و چگونه با شیب بسیار تند رو به نابودی کامل ایران زمین می رویم. گروه های مختلف از اپوزیسیون زمان پهلوی کنار هم جمع می شوند. اعتراضات شکل خاصی به خود می گیرد، به این امید که کاوه آهنگری بشود رهبر اپوزیسیون و بعد انوشیروان به تخت سلطنت بنشیند. با تبلیغات هدفمند و تحریک کردن مقدسات اجتماع، آیت الله خمینی رهبر اپوزیسیون می شود و بعد از به دست گرفتن قدرت به طور کامل دستور به از بین بردن تمام احزاب می دهد و می گوید یک حزب، حزب الله. یک حزب و اون حزب الله، حزب مستضعفین. جمهوری اسلامی بعد از اینکه 57 بهمن 57 به ثمر نشست، با زیر پا گذاشتن قولهایی که در این انقلاب داده بود، نیروهای مردمی رو از نیروهای چپ، کمونیست، دموکرات و مجاهدین رو به عبارتی مجبورشون کرد که اپوزیسیون بشن، چون ما میگفتیم که شما قول دادید به وضعیت معیشتی مردم بپردازید و نمیپردازید، اصلا اهمیت دیگه داده نمیشد. گفته بودن که آزادی بیان وجود داره، ولی تمام روزنامه ها رو خبر دادن. من خودم اون موقع جزء روزنامه نگارها بودم، به ما گفتن که ننویسید، دهنتون رو ببندید. یعنی جمهوری اسلامی نیروهای دموکرات و به سمت چپ و کمونیست ها رو، سوسیالیست ها رو، همه رو مجبور کرد به اپوزیسیون شدن. خب این اپوزیسیون باید از بین میرفت، چون بالقوه میتونست مجدداً وارد عمل بشه و انقلاب بعدی رو سازمان بده و یا انقلاب در انقلاب بکنه. تمام تفکرات سیاسی از بین می رود. جوانهایی که می توانند بهترین آینده را برای ایران رقم بزنند، با عرق کامل وطن پرستی به جبهه ها می روند. حکومت با رسانه های خود همانند اسلحه شروع به شلیک تبلیغ و کاشتن ایدئولوژی های خود در اذهان عمومی می کند و سعی بر خشکاندن ریشه تمامی تفکرات سیاسی دارند. قتل، اعدام، زندان و شکنجه برای گروهی از ترس جان تسلیم به تفکرات سیاسی نظام، گروهی برای دفاع از ایران در جبهه ها مشغول جنگ و گروهی تصمیم به خودکشی می گیرند با همدست شدن با دشمن و حمله به ایران. اما نظام دست بردار نبود. دستگیری های دست جمعی، بی دلیل بچه ها رو گرفتن، جوانان کم سن و سال، دختر و پسر 13-14 ساله، بعد حتی 11 ساله ما داشتیم که دستگیر کردن
و دست جمعی اعدام کردن. اون زمان خلخالی یکی از کسانی بود که جوانان مردم رو دسته دسته در زندان‌ها می‌کشت و حتی با یک سوال. پس از روی کار آمدن رژیم استبدادی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی که از ایدئولوژی به عنوان چماق و از مردم به عنوان برده‌های سیاسی برای بقا و گرفتن مشروعیت برای خودش استفاده می‌کنه، زیست و سلامت مطبوعات و افشای اخبار و اطلاعات هم در خطر انقراض مطلق قرار گرفت. به موازات همین روند، رنج سنی دریافت احزاب سیاسی خارج از ایران به بالاترین میانگین سنی میرسد. فقر خبری، سانسور، تماشاگران اسرائیلی برای من منفورترین تماشاگران به حساب میان. Children of Syria, we know that you have been suffering a lot. تحلیل‌های بدون سند، استفاده از دین و اعتقادات، اعترافات اجباری، زدن وسله‌های جاسوسی، دادن حکم‌های سنگین مانند معانب و محارب، شلاق، تهدید خانواده‌ها، ایجاد رعب و وحشت، درگیر کردن مردم با قوانینی که برای سرگرم کردن مردم ایران طراحی شده است. تقسیم پول و رانت بین سردمداران نظام و جنگ برای کنترل مردم به منظور آزادی در بخور بخورهایی که نباید قطع شود. اصرار به اینکه تمامی مشکلات کشور به واسطه دشمنان خارجی به وجود آمده و دایه دار جنگی که برای مقدسات شکل گرفته و در واقع باعث از بین رفتن حرمت‌های مذهبی و ایجاد فضای امن برای حکومت شده است. کار به جایی میرسد و به بی‌پرواترین حالت ممکن پشت دین و مذهب سنگر می‌گیرند که کوچکترین حرکتی می‌تواند به راحتی ضد نظام را به دین و مذهب و اعتقادات مردم ربط دهد. بازی با کلماتی که به هیچ وجه ربطی به دین و مذهب و اعتقادات مردم ندارند. حال سوال اینجاست که با این حجم از سیاهی چرا آمد نیوز بسیار مهم بود؟ برای ربایش نیمازم چه چیدمانی طراحی شد و چرا نظام که با بی‌اعتنایی از هر چیزی با خیال راحت چشم به نفوذی‌های خود دارد، دل به چه آورده‌ای داشت که حاضر به این رسوایی بین‌المللی شد؟ ما رو از این راهی که داریم برای دموکراسی، آزادی و پیشرفت کشور باز بدارند. خب این نشون میده که جمهوری اسلامی در برابر دو تا جوون کاملا مستعصله و نمیدونه که باید چی کار بکنه و دیگه کارش رسیده به جایی که خانواده ها رو گروگان میگیره، تهدید علنی و رسمی میکنه در رسانه ها. تحقیقات ما از نزدیکترین دوست روح الله زم شروع شد، مازیار. او که یار روزهای سخت و شیرین روح الله زم بوده و این موضوع بر هیچ کس پوشیده نیست. من از سال 2012 در کنار روح الله زم بودم. با هم دوستای خانوادگی بودیم، رفت آمده خیلی خوبی داشتیم، دوستای خیلی خوبی بودیم. از مازیار خواستیم اسنادی درباره نقش خودش با آمد نیوز به ما ارائه بده و ما نیز این اسناد رو مورد بررسی قرار دادیم و صحت این مدارک روشن کرد. زمانی که سران جمهوری اسلامی سعی کردند زیراب همدیگر رو برای منافع خودشون بزنند و شروع کردند اطلاع رسانی به روح الله زم، هر دو گروه چپ و راست سعی میکردند اطلاعاتی رو برای تخریب گروه مقابل به روح الله زم برسونن و از اونجا شد که خبرهای
بسیار خوبی رو آمد نیوز منتشر میکرد. با توجه به ارائه مستندات مازیار و نقش سنگین او در آمد نیوز از وی تقاضا نمودیم ما را با یکی از ادمین‌های اصلی کانال آمد نیوز آشنا کند. به گفته مازیار، مسعود تنها ادمین مورد اعتماد وی بود. خب آمد نیوز پیش از اوجگیریش خب خبرهایی مثل خبر سعید طوسی 63 حساب بانکی تا کنون هم این حساب در اختیار و این حساب‌ها در اختیار رؤسای قوه قضاییه وقت بوده. مصارف این پول‌ها همش در ارتباط با خدمات قضایی بوده و اخباری رو از درون حاکمیت منتشر کرده بود و تقریبا به یک شهرتی رسیده بود، اما اوج فعالیتش برمیگرده به دی ماه 96 و قیامی که در دی ماه 96 اتفاق افتاد. من فکر میکنم اوج فعالیت آمد نیوز اون موقع بود که منجر شد حتی به اینکه وزیر ارتباطات نامه بزنه به تلگرام و کانال تلگرامی آمد نیوز مسدود بشه. در حادثه 96 که توسط جریان مخالف دولت در مشهد به وجود آمد، دامنه آن به دیگر نقاط کشور کشانده شد و گریبان نظام را گرفت. وقتی از مازیار در مورد علت اعتماد به مسعود سوال کردیم، اسنادی را ارائه داد که نشان از وضعیت سابقه او داشت. مسیر تحقیقات ما را به سمت علی جوانمردی سوق داد. او که سابقه زیادی در خصوص مبارزه با رژیم ایران دارد و از دوستان نزدیک روح الله زم بود. سوال اینجاست، آمد نیوز تا چه اندازه در اعتراضات تاثیرگذار بود و چه نقشی داشت؟ آمد نیوز که پیدا شد در مخصوصا صحنه سوشال میدیا یا شبکه‌های اجتماعی تاثیر بیشتری داشت نسبت به بقیه. جرقه اعتراضات، تظاهرات، اینکه مردم ملحق بشن، اینکه تظاهرات بالا بگیره، فکر میکنم آمد نیوز بیشترین تأثیر رو داشت، تأثیر در شروع داستان و در گسترشش. ولی در کنترلش نه، متاسفانه هیچ یکی از مخالفان نتونستن کنترل بکنن وضعیت رو، رژیم کنترل کرد، برای همینم خوابید. با این تأثیر حکومت چگونه توانست کنترل شرایط را به دست بگیرد؟ من یادم زمانی که توی ایران بچه ها توی خیابون رفته بودن، جوان ها به عنوان جنبش سبز، اینجا ما در آلمان تظاهرات کردیم جلوی شرکت زیمنز که چرا شما سلاح‌های ضد شورش به ایران فروختین، و همون روزها سلاح‌های ضد شورش به ایران فروختن و از اون سلاح‌های ضد شورش اتفاقا در جنبش سبز ایران مصرف شد و استفاده شد. این کشورها یکی دیگه از مدل‌های کاریشونه که این سلاح‌ها رو آماده می‌کنن، ورکشاپ می‌ذارن، سمینار می‌ذارن، درس میدن به سازمان‌های امنیت کشورهای دیگه که چگونه با این سلاح‌ها برخورد کنن و چرا باید بکنن، بعد بهشون آموزش میدن که چه چیزهایی رو باید توجه بکنن و اینها رو همه رو در واقع این کشورها هستن. و الا در ایران هیچ شرکتی، یا در افغانستان یا در سوریه و عراق هیچ شرکتی نیست که بتونه سلاح‌های ضد شورش تولید کنه. این سلاح‌ها همه اینجاها تولید میشه، آلمان، انگلیس، آمریکا، فرانسه، اینها قلب اینجور کارا هستن. آموزش هم میدن، هست سمینار میذارن. مثلا سال گذشته در آلمان بیش از 300 تا سمینار سر همین مسائل امنیتی سیاسی برگزار شد و مسلما کسایی رو دعوت میکنن که به این موضوع مربوط. الان در فاز جنگ روانی هستن طبیعتاً، اما قبلا حتی با گروه هستن که تخریب بکنن هیچ مسئله نیست و من این شایعات رو تکذیب میکنم. با توجه به تأثیر و روند آمد نیوز و قدرت پروپاگاندای آن، حکومت که نتوانسته بود آمد نیوز را کنترل کند، تصمیم گرفت با استفاده از تکنیک‌های جنگ روانی و نیز تیم‌های روانشناسی، پرچمدار اصلی آمد نیوز را مورد حمله قرار بدهد تا
با شروع این حمله روانی شرایط را برای آدمربایی آماده کند. تا اونجایی که من میدونم اسم واقعیش علیرضا بود، ولی روح الله سید صداش میکرد، چون مثل اینکه طرف سیدم بود و اینکه یه چند تا خبر رسوند به روح الله زن و اون خبرها موثق بودن، دوم پاشید یه جورایی برای بچه های آمد نیوز و برای روح الله زن که بتونه رولا زم رو جذب خودش کنه، که اخباری که ایشون داره به رولا زم میرسونه در واقع اخبار دست اول هستش. و اگر یک جورایی بخوام اون شنیدهای رولا زم رو بگم، رولا زم میگفت که در آخر، یعنی وقتی دست اون آقای علیرضا رو شد، گفتش که این جاسوس دو جانبه بود، یعنی هم از من پول میگرفت و هم از دولت جمهوری اسلامی. خب طبعا اخباری رو حالا 50% درست 50% غلط یه جوری سرهم میکنن میدن، و اینکه خب خیلی از اخبارهای کوچیکش درست بود، اما عمده ترین اخباری که کذب بود اخبار کوروش دو بود، که در زمانی که اون مأمور امنیتی توی تور قرار داده بود روح الله رو، اون خبر اومد، حتی اون موقع توی شورای رسانه هم بحث زیاد شد راجبش و این موضوع مطرح شده بود، و خب خیلی از اخبار هم درست بود، اونم به هر حال باید یه سری اخبار درست رو میداد که بتونه نفوذ بکنه. نظام عده‌ای را مأمور کرد تا با نقاب اپوزیسیون وارد اصحاب خارج از کشور شوند، تا هم روند آماده سازی آنها را کند کند و هم باعث اختلاف و درگیری بین آنها شود. عده‌ای به اسم مبارزه تمامی صدهای جلوی نظام را بر می دارند تا مردم ایران روز به روز عزت ایرانیشان را از دست بدهند و درگیر مسائل ساده روزمره بشوند. آنقدر پیش می رود که حتی ساده ترین مایحتاج زندگی هم به پایین ترین حد کیفیت ممکن برسد. ولی از اونجایی که جمهوری اسلامی یک جمهوری بسیار ضعیفیه از نظر سیاسی، همه اینها رو پولشو میپردازه، حتی آدم ها رو میاره اینجا، بهشون پول میده خونه میخرن، بهشون پول میده ماشین میخرن که اینجا مثلا خوب زندگی کنن و بعد اطلاعات کسب کنن. اینها همه جنبه اطلاعات داره. مرحله دوم، نزدیک شدن نفوذی ها به نزدیکترین حلقه دوستان. شیرین نجفی ارتباط خیلی خوب و صمیمی با بچه‌هایی که با آمد نیوز کار میکردن داشت و ارتباط ها هم روزانه بود، روزانه شبانه ارتباط ها مستمر به صورت یک پارچه بود و این ارتباط قطع نمیشد. روح لازم خیلی زیاده که این الدنگو تونست سوراخ کنه، اطلاعاتشو در بیاره. حتی جالب است که هیچ یک از سرویس‌های اطلاعاتی که با مسلسل در حال مراقبت شبانه روزی از نیما زم هستند، بنابراین دست کم گرفتن نیما زم با چنین جایگاهی بی‌انصافی به نظر می‌رسد و به واسطه او عمق و عیار ضد انقلابی را که آمریکا و اسرائیل امید بستند بتواند در ایران انقلاب به راه بیندازد برای همه روشن. پخش مستند ایستگاه پایانی دروغ. نظام با استفاده از علیرضا و تیم‌های امنیتی روانشناسی و نیز تقطیع کردن صحبت‌های زم، روان او را نشانه می‌گیرند و سعی در تخریب شخصیت او در میان اپوزیسیون می‌کند. به همریختگی فکری، هجوم همه‌طرفه، بدون در نظر گرفتن فعالیت‌های مثبتی که انجام داده بود و بدون در نظر گرفتن این نکته که هیچ کس حاضر نیست صحبت‌های خصوصی‌اش پخش شود. ولی نظام توانسته بود کنترل فکری و روانی او را کاملا گسسته کند.
بعدش هم دیگه در باز کردن و ما نشستیم تو ماشین و دیگه واقعا من نیستم. حربه دیگر نظام بزرگ نمایی ملاقات های زن بود. به عنوان مثال ملاقات با بنی سعد. تبادل نظرهایی و راهنمایی هایی باشه از طرف ایشون. اونجا هم خیلی صحبت شد و خیلی خیلی بهشون تاکید کردم که مراقب باید باشه با چطور رفتار کنه که الان که به این اینطور مطرح شده ضرر و زیانی بهش نخوره. در مورد اخبارهای آمد نیوز گفتن که یک سریش ایراد داره، واقعی نیست، خیلی باید اینها رو مراقبت بکنه. جلسه اول به همین صورت تمام شد. همه بهش پشت کردن من فکر میکنم، ولی استنباط من این بود اشتباه کرده. باش صحبت کردم، خودش زنگ زد، منم چند بار بهش زنگ زدم، قبولم کرد که اشتباه کرده، چون در بخشی از این صحبت ها منم بودم. من آفتر رکورد، یعنی من با کسی دارم صحبت میکنم، ممکنه خیلی چیزها رو بگم که لازم نیست این که پابلیک بشه، حقیقت هم هست، ولی هر حقیقتی رو که تو پخش نمیکنی. و اون این رو رکورد کرده بود، در اختیار این فرد قرار داده بود که بهش اعتماد داشت و اونم بهش ضربه زد. خودش ناراحت بود از این مسئله. من باش صحبت کردم، گفتم منم همچین اشتباهی کردم، منتها خیلی کوچیک‌تر. حالا روح لازم بعد از اون مستند خیلی بد بود حالش و من خودم شخصا وقتی یادمون مسائل میافتم که چجوری خودخوری میکرد تو تنهایی خودش، واقعا حالم بد میشه مجدد. من فکر میکنم سه بار روح الله زم به قتل رسید. یک بار زمانی که متوجه شد که توی تور اطلاعاتی گیر کرده که از نظر روحی واقعا داغون شد و از درون خودش رو به قتل رسوند، و از طرفی هم من نمیخوام بگم همه، ولی تا 70-80% اپوزیسیون اصحاب رسانه روح الله رو با عدم حمایت حتی با سکوتشون به قتل رسوندن. و یک بارم زمانی که روبوده شد، زمانی که متوجه شد روبوده شد، اون موقع هم فکر میکنم که یه قتل دیگه صورت گرفت و باز هم همون 70-80% اپوزیسیون، حالا یه مقدار کمتر شده بود، 40-50% 40-50% کمک کردن به اون جو، و من فکر میکنم روح الله خیلی مظلوم واقع شد. یک بار برای همیشه پرونده من رو ببندن، که حالا خوشبختانه خدا خواست و آقای نیکفرم اونجا فداکاری های بسیاری کرد که حتی کار به مرحله کتک خوردن ایشون از برادرزاده قاسم سلیمانی رسید، اما خب ما دیگه همه رو تونستیم ضبط کنیم برنامه ها رو، بخش زیادیشو. اومده که پشت آدم های مهم همیشه شایع هستی، قاچاق دام کردی تو استرالیا، کسی قاچاق دام میکنه تو استرالیا؟ قاچاقی به نام دام ما نداریم. یه دفعه یه نفر به اسم آقای وفای نیکفر که از طرف یه شخصی در امریکا که در واقع خودشون رو یکی از افراد، یکی از مدیران اپوزیسیون یا شاید رؤسای اپوزیسیون میدونن، معرفی شد به روح الله زم، و این شخص گفتش که ایشون میخواد حمایت مالی بکنه از شما و میخواد برای شما تلویزیون تأسیس کنه. اینکه چرا روح الله به راحتی تونست حرفایشون رو قبول کنه هنوز نمیدونیم. در مصاحبه روح الله زم بعد از مستند ایستگاه پایانی دروغ اعلام داشت که وی با همکاری وفا نیکفر در استرالیا در حال افشای اسنادی هستند که نشانه فساد مقام‌های بلند مرتبه نظام است. او اعلام کرد که وفا نیکفر حتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته. این بود که جهت تحقیقات ما به سمت این شخص، یعنی وفا نیکفر، تغییر مسیر داد. و من دخترهای خیابون انقلاب حمایت کردم، من خانم شیما
آبایی که علی جوانمردی هر روز داره فیلماشو میذاره. بابا خونه نیکبر فرار کرد از ایران. شیما بابایی من دارم اسمشو الان میارم و زنگ بزنم بهش بابا تو چطوری ایران فرار کردی؟ اصلا همچین چیز صحت نداره به هیچ وجه. اولا که ما غیر قانونی اومدیم ترکیه و اصلا هیچ وقت هم هیچ کسی اسپانسری ما رو نکرده واسه اینکه بخوایم از ایران خارج بشیم یا بعد از ترکیه بخوایم خارج بشیم. و این حرفی که این آقای نیکفر زدن دروغ محضه. یک بار من فقط توی ایران که بودم، شاید بهتون بگم مثلا سال 95 یا 96 من باهاشون تلفنی به واسطه یکی از دوستان صحبت کردم و اون موقع هم صحبتی که ما با هم داشتیم مثلا راجع به این قضیه نبود و خیلی تعجب میکنم از اینکه میگید همچین حرفی زدن. ولی خب گفتم خودم هم بهتون این پیغام بدم، به هیچ وجه این قضیه صحت نداره و ممنون که پرسیدید. پس از برقراری ارتباط در ابتدا وفا نیکفر 3 نفر را به عنوان معتمد خود به ما معرفی نمود و شرایط ارتباط با معتمدین خود را حاضر کرد و سوالاتی از هر 3 معتمد پرسیده شد. اولین نکته‌ای که مورد توجه قرار گرفت این بود: علت این درگیری چه بوده و آیا شکایتی انجام شده است یا خیر؟ علت و زمان درگیری مشخص نبوده. ایشان هیچ گونه جوابی به این سوال ندادند و یکی از معرفین ایشان اعلام نمودند اظهارات وفا نیکفر کذب بوده و ایشان هرگز بابت این ادعا هیچ شکایتی مطرح نکرده. اون سده تا 2 دفعه فامیلی منو میاره میگه من و نیکفر در کنار هم بودیم، که مثلا میگفت من یه هارد دیسکی دارم از محسن رضایی و از قالیباف و اینا که تمام کثافتکاری سران کشور داخل این هارد دیسک، این هارد دیسک 2 ترابایت حجم داره و تمام اینا رو در اختیارت میذارم. فردی بود خیلی به من احترام میذاشت، من نمیشناختمش، از روح الله به من معرفی کرد، گفت کسیه که میخواد تلویزیون بزنه، ساپورتر میلیونره، هم چیزی. من ایشون رو نمیشناختم. رو حساب روح الله وقتی به من زنگ میزد بهش من باش صحبت میکردم. یک بار از من خواست که جلسه ای رو برای در اپوزیسیون تشکیل بدیم، گفت من ساپورت مالیش رو میکنم، شما شاهزاده رو بیار، احزاب کرد به حرفت گوش میدن و غیره. بعد من گفتم نمیان، من بهش گفتم که نمیان، من نمیدونستم البته این عامل رژیمه، نمیدونستم اون موقع، ولی خیلی محترمانه بهش گفتم وزن تو این نیست که بتونی جلسه تشکیل بدی. گفت از طریق تو. گفتم نه نمیشه، من خودم هم نمیتونم این کار رو بکنم. احساس میکردی که این بیشتر از فراتر از یعنی خیلی فراتر از حرف خودش، فراتر از حد خودش داره حرف میزنه، قول میده. من قول میدم این کار رو میکنم. خود شما ببخشید کی هستی؟ شما هنوز یه جمله انگلیسی بلد نیستی، چجوری قول میدی در مثلا استرالیا این کار رو بکنی؟ و هیچ وقت هم نه روح الله اون هارد دیسک رو دید، نه محتویات اون هارد دیسک رو دید. مورد دوم که حائز اهمیت است، اسناد مربوط به احمد جنتی، لاریجانی ها، قالیباف و قاسم سلیمانی بود که چه هستند که هنوز با گذشت زمان زیاد منتشر نشد. اما وفا نیکفر در مقابل این سوال هم جوابی نداشت، ولی معتمد ایشان اعلام کرد از اساس چنین ادعایی صحت ندارد و ادعای او را رد کرد. ارتباطش رو با وفای نیکفر برقرار کرد. از اون روز به بعد وفای نیکفر گفتش که من اینجا امکاناتی دارم که میتونم براتون شبکه تلویزیونی راه اندازی کنم و میتونیم به صورت گروهی اینجا در استرالیا با هم کار کنیم، ولی شرط اولش اینه که شما حتما باید بیاین استرالیا و کشور محل اقامتتون رو عوض کنین. من تمام این کارا رو توسط یک وکیل انجام میدم. زدن تلویزیون برای برگرداندن ضربه مستند پایانی 2. روح الله زم تمام تلاشش بر این اساس پایه‌ریزی شده بود که باید تلویزیونی تأسیس شود به نام آمد نیوز که بتواند فصل جدیدی از مبارزه را آغاز کند. در همین حین 2 پیشنهاد قطعی در پیش روی روح الله زم قرار داشت. سلام، خوشبختانه دیروز تو اخبار آمد نیوز ما اعلام کردیم که کار ساختمون تعمیراتش برای کار رو اندازه تلویزیون آمد نیوز
تموم شده و الان تو مرحله انجام تجهیزاتش هستیم. اینو ما ریز و درشتش رو خدمتتون میدیم. وفا نیکور که مراحل ساخت تلویزیون را منتشر میکرد. شیرین نجفی که اعلام میکرد که آیت الله سیستانی از مراجع شیعه حاضر به سرمایه گذاری هستند. اولویت زم وفا نیکور بود و منتظر رفتن به استرالیا. وقتی یک نواری از صدای مرحوم زنده‌یاد زم پخش شد که گفته بود که مراقب این آقا باشید، یعنی اینو خانم شیرین نجفی پخش کرده بود که مراقب این آقا باشی، از خودشون هست. 7 هفته بعد از آدم ربایی روح لازم توسط دورتیری آقای وعید بهشتی، یه صدایی در فضای مجازی منتشر شد که من باز همونو تو صفحه هم گذاشتمش، توضیح دادم نسبت به دوستان. روح الله یه پیامی رو میفرسته برای خانم شیرین نجفی به عنوان، اولش میگه چیه، بعدش میگه نیکفره. پس از گفتگو با وحید بهشتی به این نکته رسیدیم که حق نیوز در ابتدا و سپس دور تیوی وایس را انتشار دادند. نیکفر رو ازش فاصله بگیر، دیگه برای مسجل شد وصله به وزارت، میخواد ما رو بکشون اونجای داستانی برامون درست کنه، احتمالا میخوام بکشم ما رو. من از ایشون یک سری سوال هایی کردم در مورد رفتنشون، چون بعد تحقیق کردم به ایران رفتن، با بیشتر افراد روحانی و سران این حکومت عکس داشتن. از ایشون سوال کردم، در این موارد ازشون پرسیدم، حتی بعد به من گفتن من برای ریزگرد ها رفتم ایران. گفتم شما مگر تحصیلاتون چه رشته ای خوندید و چه تخصصی دارید؟ گفتش که نه، من با یه هیئتی رفتیم، ما رو دعوت کردن. گفتم شما که پناهنده بودید در استرالیا، چطوری به ایران رفتید و با هیئت؟ و حالا این همه عکس از شما هست، لطفا یه عکس هم از اون هیئتی که رفتین با اونها برای من بفرستید یا بگید که ایشون تفره رفتن و هیچ عکسی نفرستادن. بعد در مورد ویزای مرحوم زم صحبت کردم که میگن این ویزا تقلبی بوده و به این دلیل خیلی ناراحت شده روح الله از این کار شما. گفت نه نه، من همه مدارک رو برای شما میفرستم. نکته بسیار مهم این است که برگه های ارسالی جهت انگوش نگاری به منظور تکمیل درخواست ویزا بوده که هیچ کدام از اسناد ارائه شده توسط وفا نیکفر مشابه به هم نیست. تاریخ و بارکودها کاملا با هم متفاوت هستند، ولی آیدی ها و فایل نامبر ها کاملا یک عدد را نشان می دهند. با بررسی دقیق تر به سندی دسترسی پیدا کردیم که در همان زمان توسط شخص دیگری مراحل انگوش نگاری انجام شده بود که برگه ها را مورد مقایسه قرار دادیم که اسناد همچنان تفاوت های چشمگیری داشتند. حتی سند ارائه شده توسط وفا نیکفر نیز فاقد بارکد بوده. مازیار بارها اعلام نموده بود که روح الله زم پس از خروج از محل انگوش نگاری برگه انگوش نگاری را جعلی می دانست. با نگاه دقیق تر متوجه این نکته شدیم حتی بعد از گذشت زمان 3 سال و گرفتن پرینت جدید در هیچ موردی تغییری وجود ندارد و اگر مراحل ثبت درخواست ویزا به درستی انجام نپذیرد برگه انگوش نگاری صادر نخواهد شد. جهت انگوش نگاری وجود بارکد الزامی است و سیستم به صورت خودکار بارکد را ثبت می کند. بدون بارکد هیچ مرکزی قادر به انگوش نگاری نمی باشد. یعنی روح لازم تا 24 ساعت پیش در پاریس بود. خب کارا رو انجام دادن. متاسفانه وکیل ما در استرالیا یه اشتباهی رو کرده بود که انگوش نگاری افتاد برای روز پنجشنبه یا جمعه همین هفته، یعنی 2-3 روز آینده. در مصاحبه وفا نیکفر اشاره می کند دعوتنامه اشتباهی داشته و وکیل این اشتباه را انجام داده. این اشتباه چه بوده و چه پیگیری انجام شده است؟
ایشان به این سوال هیچ جوابی ندادند. ناامیدی از استرالیا و تصمیم برای رفتن به عراق. بسم الله الرحمن الرحیم. روح الله عزم هستم، مؤسس رسانه آمد نیوز. از اتفاقاتی که تو 3-4 سال اخیر افتاده پشیمونم. توی بحث رسانه ها که مصاحبه داشتم از اونم پشیمونم، و توی بحث اعتماد دولت ها، مشخصا اعتماد به دولت فرانسه کار اشتباهی بود. اومدن یه مقطعی قبول کردن از من محافظت بکنن و گفتن برای جونته، برای حفظ جان خانوادت. بخشی از بدنه اصلاح طلبا که در پست های مدیریتی هم بودن خبر میفرستادن. چرا هیچ کس دستگیر نشد؟ یا لو نرفتن، یا به هر حال نخواستن که پای خیلی ها کشیده بشه. مثلا این روی کرد با دو هدف انجام میشه. یک، با هدف ساکت کردن یا سرکوب روزنامه نگار یا شخصی که این جسارت رو در خودش نهادینه کرده تا مقابل رژیم بایسته، و دوم این که هدف ایجاد هراس در دل اون عده‌ای است که در حال نهادینه کردن عنصر شجاعت و جسارت در خودشون هستند تا مقابله کنند با فضای خفقانی که رژیم پدید آورندشه، که این افراد هم یا جزی از خانواده رسانه هستند یا شهروندان عادی. در هر صورت فرقی نمی‌کنه، هدف ایجاد هراس در دل جامعه است. زمانی که روح الله رو دستگیر کردن، این با شیرین نجفی دو نفری به من زنگ زدن تصویری. شیرین نجفی رو مازیار به من گفت تقصیر شیرین بوده، اون روح الله رو کشید اونجا. من باور نکردم اول، چون به هر حال آدم نمیتونه که هر چی بشنوه، با اینکه احترام دارم به مازیار، که مازیار یه خورده ناراحت هم شد، گفت به خدا اون قسم میخورد فلان. ولی این جرقه‌ای بود که من دنبالش برم ببینم شیرین کیه. شماره تلفنش رو گرفتم، شماره تلفناش رو گرفتم، از طریق دوستانی که دارم پیگیری کردم، دیدم این فرد رفته سفارت ایران. این شماره تلفن 2 روز اونجا بوده، 2 روز قبل از روح الله اونجا بوده، از مرز زرباتی رفته و داخل ایران شده. یعنی تمام اینکه کجا بوده، ردش و تماسهایی که داشت نشون داد که این عامل جمهوری اسلامی اصلا ایران رفته و اومده. بعد از اینکه من اعلام کردم، 3 نفری به من زنگ زدن. این 2 نفری یعنی 3 نفر شدیم. تصویری صحبت کردیم. اون موقع به من گفت من فرار کردم، تو آبرومو بردی فلان. علی تو آبرومو بردی. من بیام ببینم، نمیشه بیام ببینم. من به خدا نمیدارم کجا. بذارین بیاد. من بپرسم من کجا. این پسر بیاد بپرسم من کجا. نشون بدی از پنجره. آره. یه دقیقه از پنجره بیرون نشون بدی. گفت ببین این کارو نکرده، اگر این کارو میکرد اینو نمیگفت، حالا کمکش کن این نجات پیدا کنه. گفتم چشم، کمکش میکنم. کجایی؟ گفت اربیلم، اطراف اربیلم. گفتم اوکی، من بهت کمک میکنم، منم اربیلم، من بهت کمک میکنم، بهت قول میدم تو بیا، من تو رو میبرم سفارت هر کشوری بخوای، کشور غربی. بعد که تو اومدی منو قانع کردی، من میام به مردم میگم مردم معذرت میخوام در مورد شیرین، اشتباه کردم. زنگ زد خودش تنهایی، گفت علی کمکش میکنی؟ چی کار میکنی اینو؟ نمیدونستم که اصلا این با این در تماسه و ممکنه باش باشه، چون حس میکردم که، چون روح الله به من گفته بود این ساپورتر یه تلویزیون خواهد شد و از این داستانهایی که شنیدید. من روی این حساب باش صحبت میکردم و بهش اعتماد کردم. گفتم برنامه‌ام این هست، شیرین عامل جمهوری اسلامیه و من
حس من این هست که این سعی میکنه که منو تو تله بندازه، ولی من دستگیرش میکنم. گفت چه جوری؟ گفتم من 20 نفر از بچه‌ها رو میفرستم با سلاح برن، هر اگه هر کسی هم باهاش باشه بزننشون بیارنشون. من اینو گفتم، نیم ساعت بعد شیرین زنگ زد گفت تو میخوای منو بکشی، تو میخوای فلان کنی، من نمیام. من تمام، من تعجب کردم شیرین چه جوری فهمیده، شک کرده. بعدها که فکر کردم که داستان وصیت روح الله، اون رو فهمیدم که خودش گفته آقا این دوتا عامل بودن، از خودشون بودن. های اشاره ها و گفته های آن زنده یاد در 5 ملاقات در 4 ماه آخر حیات او چنین فهمیده شد که عامل اصلی فریب و کشاندن روح الله به عراق صرفاً طراحی فریب و زمین سازی های اجرای آن توسط 2 شخص به نام های آقای وفای نیکفر در استرالیا و خانم شیرین نجفی در ترکیه، بنا به گفتش همکاران دو ساله او در آمد نیوز و نفوذ یافته در خانواده او انجام گرفته است. که در جواب این که اینا فریب خورده بودن، نه، اینا مأمور بودن و ما رو در نقشه دست داشتن. بعد که اینو شنیدم وصیت روح الله رو، اینا رو کنار هم میذاشتم، گفتم خیلی خوب، خیلی راحت بود، اون به شیرین گفته بود دیگه. شیرین غیبش زد بعد از اون، هیچ وقت دیگه با من تماس نگرفت و من چون به شیرین مشکوک بودم، اون تماس رو کلن من فیلم برداری کردم، همش هست. با توجه به این نکته که روح الله زم با اعتقادات دینی بزرگ شده بود و شرایط روانی متشنجی را تجربه می کرد، حال حکومت می توانست از این شرایط استفاده کند و او را دستگیر کند. طبق اظهارات مراجع تقلید، استفاده از نام و اعتبار مراجع به دروغ یا حیله حرام بوده و هیچ دستگاه امنیتی حق استفاده از این حربه را ندارد. اما حکومت به هیچ ارزشی، چه دینی و چه انسانی و چه قانونی، اعتقادی ندارد و فقط به دنبال بقای خود می گردد. بابایی سلام، بابایی من و بابا من زنگ زد، الان من زنگ زد، یعنی ساعت داره میشه ساعت 4 شما، 4 صبح شما به من زنگ زد، یه جوری حرف زد که انگار داره خدافظ میکنه، در مورد روز قیامت حرف زد. بابایی میگم نکنه خدا این قیامت میخوان حکمشو اجرا کنن، چون تازه نزدیک به اذانه. قرار نیست همه کسایی که الان در عرصه مبارزه با حاکمیت جمهوری اسلامی هستن طلوع صبح آزادی رو ببینن، یعنی به هر حال یک آزادی که در یک کشوری که من فکر میکنم در طول تاریخی همچی استبدادی وجود نداشته، یعنی در قرن 21 دست کم با یک همچین حکومتی بخواد آدم مبارزه بکنه، من فکر میکنم که نیاز به پرداخت هزینه هم انسانی هم به هر حال جانی اینا دور از انتظار نیستش. به هر حال کمان که داره پرداخت میشه، چه داخل ایران چه خارج از کشور، میبینیم روح الله زم، نوید افکاری، شهدای آبان 98، همه اینا وجود داره. ما روزنامه نگاران و خبرنگاران، اگر بخوام نام ببرم، روح الله زم، آرش شعای شرق، ابراهیم زالزاده، امیر رضا میرسیافی، ستار بهشتی، زهرا کاظمی و من و دیگرانی که هرگز پای بر روی شرافت و رسالتمون نگذاشتیم و هرگز هم نخواهیم گذاشت، پیش قراولان و هزینه های این جنگیم. ببینید جمهوری اسلامی نه آبرو داره نه از آبروش میترسه. آبرو مال کسیه که تصویر خوب داره، اسم خوب داره، حالا یه خلافی میکنه آبروش میره. اینا اصلا تصویر خوب تو جهان ندارن.
یعنی چیز غریبی نیست براش. جمهوری اسلامی نه از نامش خجالت میکشه چون نام خوب اصلا از اول نداشته، و نه اینکه مثلا خجالتی بکشه او آبرومون رفت ما نکنیم، اصلا موزنش نیست. خوبه که مردم عزیز کشورمون، هموطنانمون، همزبانانمون که از آزادی بیان، از دادخواهی صحبت میکنن، خوبه روح الله زم رو فراموش نکنن و از خانواده روح الله زم هم حمایت کنن و دادخواه خونه روح الله زم هم باشن. بالاخره اختشاشات، شما میگین اختشاشات، ما میگیم اعتراضات. میهن آبادی زن زنده.